من خسته شدم. بفهمید قربان، بفهمید با شما هستم، بفهمید چیکار باید درود عزیزم، بفهمید جناب سکوی اجازه دارم یک دقیقه سخنان محمد رضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ رو در یک دقیقه براتون پخش بکنم. کدوم سخنرانیشون رو قربان من شدم؟ کدوم سخنرانیشون رو قربان؟ من فکر نمی کنم شما شنیده باشین، در مورد نفت هستش. بفرمایید، خوشحال میشم، محبت کنید. چشم چشم هموطنانم گوش بکنن. بله چشم. ندارد تن من ندارد بدین زین و بر زندگی تن ندارد. ما در موضوع نفت با شرکت های عامل همین کنسورسیوم نفتی که در ایران کار میکند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که به ما کار میکند، ولی البته اینها در یک محدوده بسیار کوچکتر مشغول مذاکره بودیم. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی رسیده. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موضوعی که در 1954 قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم. یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت های شامل مناطق ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسورسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر دیگر به هیچ وجه تمدید نکند. جناب سکویی اصلا چقدر شاهکار بود، دست درد نکنه عزیزم. جناب سکویی این نوار رو من توسط برنامه آقای شمیدانی ضبط کردم و ایشون کل نوار داره که شاهنشاه آریامهر میگن که در برنامه نفت چجوری بوده و این انگلیسی های بی همه چیز و این غربی های چی بگم از آقای شیمرانی خواهش خواهم کرد که این نوار رو به ما بدن و ما پخش خواهیم کرد. اگر فکر میکنم با شما صحبت کردن. بله. حالا من در همین شب های یکی دو سه شب آینده یک دعوتی میکنم با این مرد نازنین بشینیم با هم یکی دو سه ساعت صحبت کنیم. خیلی ممنونم از بگم. خواهش میکنم. مرسی عزیزم. سرکار خانم پروین غفاری، من اطمینان دارم اگر این چیزی که میگم باعث میشه که بدوان بیان دنبالتون از ترس چیزایی دیگه. هنوز دوزاریشون نیفتاده که سعید سکویی یه تنه همه این دوزاری ها رو حریفه. اگر تمایل داشتید میتونید اون برنامه‌ای رو که اونجا 1 ساعت 2 ساعت داشتید در هفته رو با کمال میل در تلویزیون آریامهر داشته باشید. من مطمئنم این حرف رو زدم به شما زنگ میزنن میگن لطفا تشریف بیارید، چون هر کسی من باش حرف بزنم یا همچین شکل و شمایل این مسئله در بیاد که میخواد بیاد اینجا قیمتش میره بالا. حضورتون عرض کنم که بذارید این بحث رو ببندم. من در طول این 4-5 ماه گذشته به چند برنامه ساز بسیار حمله کردم، حمله سیاسی
که بلکه بتونم عوض کنم. بعد که با خودم در خلوت خودم فکر کردم، دیدم امکان نداره شما بتونید یک دختر جوانی رو که دو سه سال توی کافی شاپ کار کرده، همبرگر و سوسیس و نمیدونم فرنچ فرایز برده سر میز، داده ساعتی 7-8 دلار گرفته، در یک حادثه، در یک وضعی که براش پیش اومده، رفته تنشو فروخته برای نیم ساعت، یک ساعت 200 دلار گرفته، دیگه اون زیر دندونش اگه بره و این دو سه بار تکرار بشه، دیگه نمیتونه برگرده توی کافی شاپ و اون کار سخت و ولی آبرومندانه و شرافتمندانه رو بکنه. لذا به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی جربوزه مبارزه و اجرای برنامه رادیو تلویزیونی به عنوان برنامه ساز یا مفسر یا تحلیل و تفسیر بخواد بکنه مسائل رو، یا بخواد مقاله نویس سیاسی باشه و مقالاتش رو بیاره در تلویزیون بخونه، اگر جربوزه مبارزه ملی میهنی رو نداشته باشه، بسیار خوب، بره به دنبال خوشباشی های خودش، ما رو هم با او کاری نیست، چون اصلا حق دخالت در چگونه باشی شیوه های زندگی افراد رو هیچ کس نداره. ضمن اینکه اساسا پرداختن به این دو پایان چهار پای خو، دو پایان چهار پای خو اصلا کاری بیهوده است. من به این نتیجه رسیدم، زیرا بهشون قلبا دوستشون دارم، قلبا احساس میکنم نه سعید نکنه تو اشتباه میکنی، نکنه واقعا اینطور نیست، با تمام تجربه هایی که داریم بدبختی ما ایرانی ها اینه، زیرا با حمله و زیر فشار قرار دادن که نمیتوان از یک انسان لاابالی و تسلیم شده و موالی گشته یک مبارز دلیر و میهن پرست ساخت. اما آنانی که به نام سیاسی، میهن پرست، حقوق بشرچی، ملی، آزادی خواه، سکولرچی و راست آسترو